با درود به همه بیننده عزیزم، آدریان هستم. به کانال آشپزی با من خوش اومدین. قبل از اینکه آشپزی رو شروع کنیم، اگه برای اولین بار دارین این ویدیو رو تماشا میکنین، یادتون نره که کانالم رو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتین ویدیوام رو زودتر از همیشه تماشا کنین، پایین همین ویدیو روی شکل زنگوله کلیک کنید. امروز دوباره برگشتیم با یه بورانی خوشمزه دیگه به اسم بورانی اسفناج. همونطور که میدونین تو اکثر خونه هامون این بورانی خوشمزه رو درست میکنیم. میخوام بهتون آموزش بدم به چه صورت میتونین یه بورانی اسفناج خوشمزه داشته باشین. در ابتدای کار اسفناج رو با مواد ضد عفونی کننده یا نمک بشورین. بعد از اینکه شستین انتقالش بدین به یه قابلمه. نیاز به ریختن آب نیست. تو بافت خود ساقای اسفناج آب به اندازه کافی هست. زیر حرارت گاز رو روشن میکنیم، درب قابلمه رو میبندیم تا کمی آب اسفناجا بخار بشه. بعد از این زمان ادامه کار رو با هم میبینیم. زمانی که آب اسفناجا شروع کرد به بخار کردن، درب قابلمه رو باید برداریم. شعله گاز باید متوسط باشه. به کمک دو تا چنگال باید اسفناجا رو زیر و رو کنیم. علت این که درب قابلمه رو برمیداریم اینه که اسفناجا رنگ سبز خودشون رو حفظ کنن. اگه برای پخت اسفناجا درب قابلمه بسته باشه، اسفناجا رنگ سبز تازه خودشون رو از دست میدن و تیره رنگ میشن. دوباره با چنگال یک بار دیگه اسفناجا رو زیر و رو میکنیم. یه چند دقیقه دیگه باید بذاریم روی حرارت بمونه و بعد زیر حرارت رو خاموش میکنیم. شما میتونید تو این مرحله اسفناجاتون رو کات کنید و به قطعات ریزتر هم در بیارین. که اسفناجا رو آبکش کردیم، ادامه کار رو با هم میبینیم. خب اسفناجای پخته شده رو روی تخته میذاریم و به کمک یه چاقو باید ساتوریشون کنیم. همین حد ساتوری کنین کفایت میکنه. به ظرف مورد نظرتون نمک، سیر رنده شده و مقدار نعنا رو میریزیم. طور مقدار ماستی که داریم. در آخر اسفناج ساتوری شده رو هم اضافه میکنیم. و در پایان کل مواد رو با هم مخلوط میکنیم. بورانی اسفناج ما حاضر شد. مثل همیشه تقدیم شما. حدود یک ساعت بعد توی یخچال بمونه، چون این بورانی باید سرد سرو بشه. مقدار نعنایی هم که استفاده کردیم اختیاریه. برای خوشمزه تر شدن این بورانی کمی نعنا خشک استفاده کردیم. و اگه تا به حال ویدیوی آموزشی بورانی لبو و بادمجون رو ندیدین، پایان همین ویدیو براتون قرارش میدم. حتما تماشاش کنید و به اشتراک گذاریش رو فراموش نکنید. امیدوارم از این برنامه آشپزی لذت برده باشین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و به اشتراک گذاریش رو فراموش نکنید. مرسی که تا به اینجای برنامه با من بودین. شاد و پیروز باشین. بدرود.